صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الآن ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شام ولادت آقا و مولامون حضرت ابو الحسن موسی بن جعفر علیهم السلام و ایام ایام جشن و سرور اهل بیت علیهم السلام، ایام عید سعید قدیر خم، ایام مباهله، ایام خاتم بخشی، ایام نزول سوره هل اتی، همه اینها از مناسبت‌های مهمی است که این شب‌ها و این روزها رو بسیار زیباتر کرده. لذا جهت عرض تبریک و تهنیت به ساحت مقدس امام عصر ارواح نافداه، جهت عرض تبریک و تهنیت به ساحت مقدس آقا و مولامون حضرت ابو الحسن علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و سلام، عنایت کنید صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یاد کنیم از همه گذشتگان و ذوی الحقوق و شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون، پدر و مادر از جمع حاضر و همه اونهایی که آرزوی آمدن به این حرم رو دارن، همشون رو یاد کنیم، چه اونهایی که هستند و چه اونهایی که از دنیا رفتند و در آرزوی این بارگاه ملکوتی بودند. پدر و مادرها رو یاد کنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و محبت الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهی الحلم. شب گذشته مجال پیدا نشد برای توضیح این دو ویژگی که در امام معصوم و اهل بیت علیهم السلام موج میزنه. یک،
و خزان العلم و منتهى الحلم. این زیارت جامعه که متعلق به امام هادی علیه السلام و تقریبا یک دوره امام شناسی هست، بسیاری از ویژگی های امام معصوم رو بیان میکنه. یکیش اینه، اینها خزانداران علم و دانش هستی هستند. اینها به اذن پروردگار متعال بر همه عوالم هستی تسلط دارند. و علمو ان الله بكل شيء علیم، این که قرآن می‌فرماد خدا به هر چیزی دانا هست، این بزرگواران به اذن خدا بر هر چیزی دانا و آگاه هستند. حتی پلک زدن من و شما، حتی برگی که از درختان میفته، منتهای مراتب یک تفاوتی بین علم امام و علم خدا هست و او این است که علم خدا ذاتی است، مال خودشه، کسی به او نداده، اما علم و دانش امام از ناحیه خداست، یعنی خدا بخواد داده میشه، خدا نخواد داده نمیشه. اینها همه چی دارن اما بنده خدا هستن، هر اون چه دارن از خدا گرفتن، از خودشون چیزی ندارن. یه فرقی هم با ما دارن در علم و دانش. ما علم و دانشمون عزیزان، علم و دانشیست مثل یه چاه آب میمونه، اوناییمون که خیلی بلدیم، هی که آب ازش میکشی به جایی میرسه این چاه خشک میشه، باید بره از یه جا دیگه آب بیاره. ولذا گاهی از یه کسی سوال میکنی میگه آقا بلد نیستم، باید برم مطالعه کنم بیام بهتون بگم. ما علممون اینگونه است، وصل به چشمه جوشان نیست، وصل به اقیانوس نیست، لذا گاهی یادمون میره، گاهی یه مطلبی رو بلد نیستیم. اما امام و حجت خدا علم و دانشش اینگونه نیست، وصل به اقیانوسه، گویی داره در دریا و اقیانوس علم الهی شنا میکنه، گویی از اونجا به ذهن اولوله کشی شده، هر اون چه داره از اون اقیانوس میگیره و همیشه وصل به اون بی نهایته، برخلاف ما. ولذا در مورد امیرالمومنین سلام الله علیه دارد که میفرماید ینحدر عن السیل، چشمه های جوشان علم و دانش از وجود و سینه امیرالمومنین در حال جریان و جاری است. فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، بیایید هر آن چه رو که میخواهید از علی سلام الله علیه بپرسید. هر کی تو این عالم گفت سلونی قبل ان تفقدونی رسوا شد، آبروش رفت. چرا؟ چون علم و دانش مردم عادی مثل همون چاهیه که مثال زدم. اما این امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد بیایید از هر آن چه میخواهید سوال کنید، چون وصل به علم خداست، وصل به اون بی‌نهایته. به همین خاطر یکی از اصحاب پیغمبر که شما هم میشناسید به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد یا علی، اگر یه سوالی از تو میکنن تو بلا فاصله پاسخ میدی، خب یکم تأمل کن، یه ذره فکر کن جواب بده، تا ازت میپرسن تو جواب میدی. حضرت بهش فرمود فلانی اینا چند تاست؟ دست حضرت این فرمودن اینا چند تاست؟ بلا فاصله گفت 5 را. حضرت فرمودن چرا اینقدر سریع جواب دادی؟ گو آقا این که معلومه، بدیهی روشن، دیگه فکر کردن نداره که. حضرت فرمود تمام مسائل و سوالات و معضلات عالم هستی نزد علی ابن ابی طالب علیه السلام به مثل این است که از او سوال کنن اینا چند تاست. همین قصه راجب موسی بن جعفر علیه السلام هم صدق میکنه، راجب وجود مبارک امام هشتم علیه السلام هم صدق میکنه. به همه عوالم، به همه موجودات اینها آگاهی دارن. علی ابن ابی حمزه میگه یه روزی یکی از دوستان موسی بن جعفر علیه السلام آمد گفتش که آقا
اگر ممکنه سبحانه رو منزل ما میل کنید و ما در خدمت شما باشیم. حضرت پذیرفتن، قبول کردن. علی ابن ابی حمزه میگه ما با امام کاظم علیه السلام آمدیم منزل این دوست امام کاظم علیه السلام برای صرف سبحانه. تا این شخص رفت سبحانه رو آماده کنه بیاره، ما روی یه تختی نشسته بودیم، زیر این تخت دو تا پرنده لانه کرده بودن و خانه شون اونجا بود. در همین حال که نشسته بودیم، یه وقت دیدیم موسی بن جعفر علیه السلام داره متبسم، میخندن، تبسم کردن. در همین حال صاحب خونم وارد شد، با سبحانه اومد، گفت آقا همیشه شما متبسم باشید، چی شده دارید میخندید و تبسم میکنید؟ حضرت فرمودن جملاتی که بین این دوتا پرنده نروماده رد و بدل شد باعث خنده و تبسم من شد. گفتن آقا مگر این دوتا پرنده چی میگفتن؟ حضرت فرمودن اون کبوتر نر و پرنده نر داشت به اون پرنده ماده میگفت تو این عالم هیچ کس برای من از تو محبوب تر نیست الا این آقایی که الان آمده روی تخت نشسته، یعنی موسی بن جعفر علیه السلام. غیر از این آقا کس دیگری نزد من به اندازه تو برای من عزیز و محبوب نیست. باعث تبسم من شد. علی ابن ابی حمزه میگه گفتم آقا شما زبان پرندگان رو هم میدانید؟ فرمود آیه شریفه حضرت سلیمان از قول حضرت سلیمان رو حضرت تلاوت کردن و علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شی. فرمودن به ما علم زبان پرندگان و از هر چیزی در این عالم به ما داده شده. لذا این جایگاه علم و دانش امام معصومه. خب ویژگی دوم عبارت از اینه و منتهل حلم، اینها خزانه داران علم و دانشن. پشت سرش می‌فرماید اینها آخر حلم و صبر و بردباری هن. یعنی کوه بردباری و صبر نهایت بردباری و تحمل و طاقت اهل بیت علیهم السلام. خیلی جاها عزیزان علم و دانش کنار علم و حلم کنار هم اومده. چرا؟ مگه حلم به چه معناست؟ حلم یعنی آدمی که طاقتش فراوانه. حلم یعنی کسی که کار غیر عاقلانه نمی کنه، از کوره در نمیره، عصبانی بی جهت نمیشه، قابل کنترل، نفسشو کنترل میکنه. خیلی ها تو زندگی در آنی نمیتونن خودشونو کنترل کنن. آدمای بدی گاهی نیستن، اما سر به زنگه ها میبینید که از کوره در میرن، هرچی از دهانشون در میاد میگن، یه کارهایی در اون لحظه میکنن که بعد پشیمانی به بار میاره. این نشان میده حلیم نی، حلم نداره. یه جوانی تهران مسجدی است که همه بچه هاشون از دوستان من هستن، داشت این میکروفون رو نشستم روی منبر که برای من تنظیم کنه، گفتش که آقا با فلانی بعد منبر یه صحبتی بکن، این دوباره با همسرش دعواشون شده. خب خبر داشتم که یه اختلافاتی دارن. بعد از منبر آمدم بهش گفتم فلانی تو با مشکلت با همسرت چیه؟ گفت من مشکلم با همسرم اینه که وقتی عصبانی میشم دیگه نمیفهمم چی میگم و چی از دهانم در میاد و بعد پشیمان میشم، بعد میگم این حرفا چی بود من زدم. این نشانه عدم حلم و بردباریست. بعضیا به حسب ظاهر برای خودشون شخصیتی هن، اما حلم ندارن، بردبار نیستن. خب چه ربطی به علم داره بردباری و حلم که خیلی وقتا با هم میاد؟ سر شاید این عزیزان، آدمایی که هیچی نمیدونن که صبر درشون معنا نداره، آدمایی که هیچی حالیشون نیست که صبر معنا نداره، آدمایی که آگاهی ندارن حلم و بردباری انقدر در اونا معنا نداره. کیا درشون حلم و بردباری معنا داره؟ اونایی که یه چیزی میدونن، اونایی که یه چیزی بلدن. گاهی شما هیچی از همسرت نمیدونی، حالا اگه آدم
حلیمی باشی هنر نه، ولی یه وقت است که یه ایرادی رو میدانی اما بردباری میکنی، اینجا مهمه. یه چیزی رو از عروست متوجه شدی، اینجا بردباری میکنی و سکوت میکنی و حلم به خرج میدی، اینجا مهمه. اگه هیچی از عروست ندانی و بعدم آدم با عروست خیلی خوب برخورد کنی، که این هنر که نیستش. هنر اونجاییست که من یه ایرادی رو از طرف مقابل سراغ دارم اما در مقابل این ایراد تحمل دارم، آبروشو نمیبرم، از کوره در نمیرم، خود نگهدارم، کنترل میکنم خودم رو. خیلی وقتا ما تو تربیت فرزندانمون ایرادمون اینه، یه ایرادی رو از این بچه که سراغ داریم آقا خونه رو به آتش میکشیم. چرا؟ چون تحمل نداریم. دیدید یه طبیب حاذق، شما میرید پیشش، نبض شما رو میگیره، میبینه اوضاع خیلی خرابه، اما هیچ وقت به شما یه دفعه به در و دیوار نمیزنه، آی وضعت خرابه الان تو از دنیا میری، میگه آقا بستریش کنید، انشالله مشکلی نیست، انشالله خوب میشه. میگه آقا چیه؟ میگه چیزی نیست. بعد که خوب شدی میگه آقا دم رفتن بودی. این طبیب در حالی که میدانه خود نگه داره، این مهمه. اون کسی که از مریضی شما هیچ خبر نداره که هنر نداره اگه آرامه، اونی که میدانه ولی کار غیر عاقلانه نمی کنه، کارشو با تدبیر انجام میده، افراط نمی کنه، تفریط نداره، تندروی نداره، کندروی نداره، نفسش رو از هیجان و غضب حفظ میکنه، منضبط میکنه. مراد این نیستش عزیزان، این چی که میگم کسی نباید تو زندگی عصبانی بشه، کسی نباید قصد. غضب یکی از قوایی است که خدا در وجود انسان قرار داده، یه جایی باید غضب بکنی، اگه غضب نکنی نشانه بیماریه. من اگر خدایی نکرده یه حرامی رو در جامعه ببینم غضب نکنم که من بیمارم. من اگر خدایی نکرده یه کسی به ناموس من تعرض بکنه، خدایی نکرده هیچ واکنشی نشون ندم، من بیمارم. یه کسی بیاد مال منو برداره ببره، وایسم بخندم خیلی قشنگ با باقیشم برده، این بیماره. ولی اونجایی که انسان یقه ظالم رو میگیره، یقه سارق رو میگیره، اجازه نمیده مالشو ببرن، اجازه تعرض به ناموسش، این آدم سالمه. یعنی در جای خودش غضب میکنه اما غضب به اندازه. ما خیلی وقتا غضب کردیم طرفو زدیم کشتیم. این همه اخباری که راجع به قتل، این همه اخباری که خبرها تو فامیل از قهرها، کدورتها، مال چیه؟ مال اینی که غضب کردیم اما به اندازه غضب نکردیم، عصبانی شدیم اما از کوره در رفتیم، کاری که نباید انجام دادیم. چرا خیلی وقتا کار به طلاق کشیده شده، بعد که میخوای آشتیشون بدین میگه بابا سه تا بچه دارید بیاید برید زندگیتون، میگه ما یه چیزایی به هم گفتیم دیگه نمیتونیم تو روی هم نگاه کنیم. یعنی حلم نداشتیم، یعنی بردباری نداشتیم. در همین تهران آقای چند سال از دنیا رفته، اواخر عمرش، یعنی اون مثلا 20 سال آخر عمرش توبه کرده بود، خیلی از خلافها رو گذاشته بود کنار. در یه جلسه‌ای بود، من هم حضور داشتم، خطاب به اون اهل جلسه گفت من همه زندگی محاضرم برای پای همسرم و زنم بریزم، دلیلش هم اینه، برای خاطر این که در اون دورانی که من اهل خلاف بودم او با صبر و حلم و بردباری منو آدمم کرد. میگفت گاهی اوقات میومدن در خانه از دوستان من، بستگان من، میگفتن امروز شوهرت فلانجا بود، امروز شوهرت فلانجا بود. من وقتی میامدم خانه خبر داشتم که اومدن بهش گفتن، اما او یه گونه‌ای با من برخورد میکرد انگار نه انگار، و از راه خودش، از طریق خودش، به موقع خودش. این زن با حلم شوهرش رو آدم کرد، نه با بیتاقتی، نه با بیتحملی. معنای این بحث این نیست که بیتفاوت باشه این زن نسبت به خلاف شوهرش یا مرد نسبت به خلاف همسر و داماد و عروس، یعنی برخورد عاقلانه، برخورد بجا، به موقع.
این عبارت از حلم، عبارت از بردباری است. اساساً عزیزان وجود مبارک خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اگر این همه آثار و برکات تو این 1400 سال از پیغمبر مونده، اگر اینقدر من و شما عاشق پیغمبریم که تا مؤذن صبح خسته ای میخوای حالا بخوابی، اما تا میگه اشهد و ان لا اله الا الله بلند میشی برای نماز صبح، این همه برکات از کجاست؟ از این که پیغمبر از کوره در نرفت. اگه پیغمبر از کوره در میرفت، حلم نداشت، بردباری نداشت، این همه انسان‌ها موحد و خداپرست نمی‌شدن، یا حداقل این بود خدا این مأموریت رو به یکی دیگه میداد، پیغمبر این توفیق رو پیدا نمی‌کرد. اما چی باعث شد خدا این توفیق رو به پیغمبر بده؟ حلم او. شکمبه شتر ریختن اما تحمل کرد، خاکستر داغ ریختن اما تحمل کرد، دندان مبارکش رو شکستن اما کم طاقتی نکرد. چی شده تو این زندگی ها که زود این دختر خانم بعد 6 ماه میگه ما دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم؟ خب بابا اگه نتونی که این همه گرفتاری ها، من اینی که گفتی نمیتونم، ولی اگر گفتی من میتوانم، بعد از چند سال اون وقت میبینی این زندگی شیرینه. حالا خدا یه اولاد پسر بهت میده، دکتر میشه، جراح میشه، متخصص میشه، آیت الله میشه، همه این توفیقات این فرزند مال اینه که تو اون روز تحمل کردی، حلم به خرج دادی. اگه حلیم نموی بودی کار به این همه موفقیت و سعادت و خوشبختی نمیرسید. تو همه عرصه های زندگی، اگر در درس، اگر در ازدواج، اگر در کار، اگه تو برخورده، اگر حلم و بردباری و طاقت ظرفیت ها کم باشه، کار به نتیجه نمیرسه. همیشه کسانی کار رو میتونن تو زندگی به نتیجه برسونن، نتیجه مطلوب، که بردبارن، حلیمن. اهل بیت علیهم السلام از همین طریق به نتیجه رسیدن. من تقاضا میکنم جوانای عزیز حداقل یک کتاب راجع به 14 معصوم علیهم السلام بخونید، اون وقت متوجه میشید که اگر ما پیرو به اهل بیت علیهم السلام حقیقتا باشیم، امروز تو دنیا یه دونه دشمن مقابل ما نمیتونه ما رو زمین بزنه. همه این مشکلات، شکست‌ها، مغلوب شدن‌ها مال این است که ما پیرو به اونها نبودیم. شما فکر می‌کنید امام هادی علیه السلام یه لشکر داشت؟ نه. امام کاظم سپاه و لشکر داشت؟ نه. اما چگونه اینها محبوب دل‌ها بودن؟ چگونه اینها تو دل‌ها نفوذ می‌کردن و حکومت بر دل‌ها می‌کردن؟ اینا که ارتش و سپاه نداشتن، اینا که تجهیزات نظامی نداشتن، پس با چی بر دلهای مردم حکومت میکردن؟ یک سر مهم در زندگی این بزرگواران بوده، اون سر عبارت از اینه: در حالی که قدرت داشتن، در حالی که دانایی داشتن، عالم بودن، اما به جا کاری رو انجام میدادن. در حالی که قدرتمند بودن، قدرت ولایی، نه قدرت ظاهری، قدرت ظاهری نداشتن، اما چگونه بر دل ها حکومت میکردن؟ چون عزیز من حق و حقیقت، تقاضا میکنم به این جمله، هر کجای حرم مطهر الان نشستید و ایستادید، تقاضا میکنم اینو با خودمون از زیارت امام رضا علیه السلام ببریم تو خونه هامون. خواهران گرامی، خواهران جوان، برادران عزیز جوانی که اول زندگیتونه، اول کسب و کارتونه، اول درس خوندنتونه، حق و حقیقت جاذبه خودش رو داره. شاید دو روز به تو توجه نکنن، شاید دو سال به تو توجه نکنن، اما اگه تو در جایگاه حق بنشینی، حق باشی، از مرز حق عبور نکنی و تجاوز نکنی، خدا تو رو به عرش میرسونه. ما چون طاقت نداریم، میگه آقا کاسبی مگه میشه دروغ نگفت و معامله کرد؟ به دروغ کشیده میشه.
ای آقا من جوابشو ندم پررو میشه. خب همینا رو گفتی که با ماشین آمدی پیچیدی جلوش، دوباره او، دوباره شما، یه دفعه رفته ته دره. بعد میگه اگه اونجا من یه ذره تحمل میکردم این اتفاق ناگوار نمیافتاد. اگر در جایگاه حق انسان نشست، خودش رو به حق وصل کرد، متصل به حقیقت شد، خدا محبت او رو به دلها مینشونه عزیزان. چه اون مادر شوهر، چه اون جوان در اون اداره. گاهی شما توی اداره وارد میشی برات میزنن، تعویلت نمیگیرن، گاهی مجبور میشه تو باندها وارد بشه، تو این جریان، به این وابسته، به اون، اما گاهی در جایگاه حق مینشینه. بعد چند سال تحمل میبینی همه عاشق تو میشن، همه به تو محبت پیدا میکنن، همه دوستدار تو میشن، چون دیدن تو دروغ نگفتی، دیدن تو ربا نخوردی، دیدن تو از کوره در نرفتی. آقایی که امروز روز ولادتش بود و امشب شام ولادتشه، عزیزان قاتلش کی بوده؟ قاتلش بلا تردید طبق اونچه تاریخ بیان کرده هارون الرشید ملعونه دیگه، اینو همه میدونید دیگه. اما حالا این قصه رو از مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه بشنوید، ببینید هارون قصهش با موسی بن جعفر علیه السلام چی بوده. مأمون علیه اللعنه، قاتل آقا امام هشتم علیه السلام، خب این خیلی آدم عالم و ملایی بوده، یعنی نسبت به خلفای دیگه بنی العباس خیلی سیاسی کار بوده و خیلی هم درس خونده تر از اونا بوده. حتی مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه میفرماید با بعضی ها میشسته مباحثات علمی و اونچنانی میکرده، پیروز بر اونها میشده، یعنی یه ظاهری داشته و یه باطن خبیثی داشته. خیلی وقتا به ظاهر حتی اظهار تشیع میکرده، اظهار علاقه فراوان به اهل بیت علیهم السلام میکرده. اصلا همین اظهار علاقه ظاهریش بوده که حضرت رو از مدینه برداشت آورد اینجا به عنوان ولایت عهدی قرار داد. باطن خبیثی داشت اما ظاهر آراسته بود، کارایی که در قصه فرق میکرد. یه روز دورشو اطرافیانش گرفته بودن، نشسته بود روی کرسی صندلی، گفتش هیچ میدونید کی منو علاقمنده به تشیع کرد؟ تشیع رو به من آموخت؟ گفتن نه. گفت هارون الرشید بابام. گفتن ای بابات که از اهل بیت و از بنی هاشم میکش، چشم دیدنشون رو نداشت ببینه، چطور تو علاقه و عشقت به اهل بیت علیهم السلام از ناحیه بابات هارون الرشید؟ گفت اون که میکش به خاطر سلطنت بود، به خاطر خلافت بود، به خاطر خلافت حاضر بود هر کاری انجام بده. لذا یه فرقی بین خلفای بنی العباس و بنی امیه، بعضیا میگن هست، حالا این چقدر درسته بماند. بنی امیه اصلا اعتقادی از ریشه و اساس به خدا و پیغمبر و قرآن نداشتن، اما بنی العباس به خاطر حکومت هر ظلمی و جنایتی رو میکردن. ای بسا بعضیاشون هم میدونستن اهل بیت حقن، برخلاف گاهی بنی امیه. اونا اصلا اعتقاد نداشتن، دشمن خونی بودن. اینا گاهی میدونستن اینا در جای، اما به خاطر قدرت، شهوت قدرت. حالا این نظر درست غلط بودنش کاری ندارم. هارون مأمون میگه که من از بابام علاقه و اعتقاد به اهل بیت رو یاد گرفتم. گفتن چطور اون که میکش؟ که اون به خاطر قدرت و ملک و سلطنت بود، اما در باطن بابام یه چیز دیگه بود. بعد این قصه رو تعریف میکنه، میگه یه سال بابام میخواست بیاد حج، حج بیت الله الحرام. من و داداشام و بسیاری از بزرگانم همراه بابامون آمدیم به سمت مدینه و مکه و اینها برای اعمال. بابام اومد مدینه، جلوس کرد. معمولا بزرگان ظاهری و باطنی روزهای مثلا مهم اینا جلوس میکنن، مردم دیدنشون میان. خلیفه وقت بود هارون، جلوس کرد، مردم میومدن دیدنش. به اون دربان و نگهبان دم در گفت هر کسی خواست بیاد دیدن من
اول دم در نسبش، اسمش، باباش کیه، بابا بزرگش کیه رو بگه، بعد بفرستش بیاد داخل. چشم. مأمون میگه ما پیش بابامون همه واسطه بودیم، من بودم، داداشم امین بود، مؤتمن بود، سرهنگا بودن، جنرال ها به تعبیر من بودن. یه وقت دربان و نگهبان وارد شد، گفت جناب هارون، یه آقاییست آمده دم در، میفرماید من موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیه مصلات و السلامم. تا این نسب رو معرفی کرد، مأمون میگه برا بابام هارون و رشید، بابام گفت اجازه بدید داخل بشن و از سوار بودن پیاده نشه تا بیاد بر این بساط من پیاده بشه. یعنی سوار شطور هرچی هست مبادا دم در پیاده بشه، همینجور سواره بیاد رو بساط من. میگه مأمون میگه خب اینا مدینه زندگی نکرده بودن، تا حالا امام کاظم علیه السلام اونم میگه دیدیم یه آقای چهره از کثرت عبادت رنگ تغییر کرده بود، زرد شده بود، حال صورت رو بیان میکنه. میگه همین که وارد شد تا بابام نگاهش به او افتاد، اومد پیاده، آقا پیاده نشی، باید بیای تا رو بساط من. همینجور آمد آمد آمد، پیاده شد. بابام روی ماهش رو بوسید، بین دو چشماش رو بوسید، او رو آورد بالای مجلس جابش داد. خودش خلیفه بود، هارون یه خلیفه مقتدری بود، خودش اومد پایین این آقا نشست. حالا ما نمیدونیم آقا کیه، اینقدر بابامون که خلیفه و شخص اول مملکته اینقدر به این آقا احترام میکنه. هی دیدیم باهاش با اجلال با عظمت، قبل از اینم که این آقا وارد بشه زود بابامون رو کرد به ماها، برادرها، سرهنگا، گفت مراقب رفتارتون باشید، مبادا کار سبکی بکنید. این آقا میخواد، هی دیدیم این کارا نشون میداد این آقا خیلی بزرگه برای بابامون. وقتی حضرت خواستن تشریف ببرن، بابام به من و دوتا برادرام گفت آقا رو تا در خونه مشایعتش کنید، همراهی کنید. باز این بیشتر تو ذهن ما نقش بست، این آقا کیه؟ ما همینجور که این آقا رو در خونه بدرقه میکردیم، میانه راه این آقا رو کرد به من مأمون، فرمود تو در آینده خلیفه میشی، با فرزندم به نیکویی رفتار کن. یعنی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. برگشتم، من یه مقدار روم به بابام هارون بیشتر باز بود. مجلس که تموم شد گفتم بابا این آقا کی بود شما اینقدر احترامش کردی، اینقدر برای او عظمت قائل شدی؟ بشنوید کی میخواد بگه قاتل موسی بن جعفره، اما نمیتونه حقیقت امام کاظم رو انکار کنه. عزیزان من، انسان اگر به حقیقت وصل شد حتی دشمنانش نمیتونن انکارش کنن. معاویه ابن ابی سفیان چشم دیدن امیرالمومنین علیه السلام رو نداشت، اما نمیتونست امیرالمومنین رو انکار کنه. حقیقت رو انسان نمیتونه انکار کنه، عظمت رو تا یه جای انسان میتونه بپوشونه. شما دستتون میتونی روی چراغ لامپ صد بگیری نورش رو ببندی، اما تا حالا دیدید کسی با دستش بتونه نور خورشید رو ببنده؟ دیگه خورشید نه آقا، صدها و هزاران و میلیون ها دستم بیاد نور خورشید رو نمیتونه بپوشونه. گفتم آقا این آقا کی بود شما اینقدر احترامش کردی؟ گفت پسرم، این امام و پیشوای به حق و حجت خدا روی کره زمینه و جانشین به حق پی. گفتم بابا اینایی که گفتیم اگه مال شما نیست؟ گفت ما امام به قهر و زور و غلبه ایم، امام و حجت خدا این آقای بزرگواره. ولذا شما شنیدید امام کاظم علیه السلام رو هی از این زندان به یه زندان دیگه، از یه زندان به یه زندان دیگه می بردن. چرا؟ چرا هی زندان رو عوض می شد؟ می دونید دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود امام کاظم علیه السلام هر زندانی میره بعد از مدت زندانبان عاشق حضرت میشد. من از شما سوال میکنم، یکی از این زندانبانها آدم عرق خور عیاشی بود،
آیا میومد پا منبر امام کاظم علیه السلام بشینه؟ امام کاظم براش قال الباقر و قال الصادق علیه السلام میخونده؟ نه. چی از امام کاظم دیده که عاشق میشه و وقتی پیغام هارون میاد میگه این آقا رو به قتل برسونه، میگه من خونشو به گردن نمیگیرم؟ رفتار امام کاظم، حقیقت امام کاظم، اخلاق حسنه امام، حلم و بردباری امام کاظم علیه السلام حتی زندانبانهای فاسق رو عاشق و دوستدار حضرت میکرد. چرا عزیز من ما گاهی چادر سرمون میکنیم اما جاذبه نداریم؟ چرا امامه به سر داریم اما گاهی جاذبه نداریم؟ چرا صف اول نماز جماعت گاهی هستیم اما جاذبه نداریم؟ بچه‌هامون حتی عاشق ما نمیشن. چرا؟ با این حرف نمیخوام خدایی نکرده نماز و امامه و چادر رو بیارم پایین، نه. اون که بی حجاب و بی بند و باره وضعیتش روشنه. اون کسی که نماز نمیخونه، نماز ستون دینه، ان قبلت قبل ما سواها، کسی که نماز نداره چیزی نداره. نماز مرز ایمان و کفره، نماز ذره ارزشش خدایی نکرده پایین نیاد. عرض من اینه، اسلام یک مجموعه ای از زیبایی هاست، یکی از مهمترین هاش که ستونه نمازه، یکیش روزه است، یکیش حجه، اما یکیش هم خوشحسابیه، یکیش هم بددهن نبودنه، یکیش هم اینه اگر مال مردم پیشمه ببرم مال مردم رو بدم. ما گاهی صف اول جماعتیم اما میگه آقا این 10 میلیون مال ما رو نمیاره بده. صف اول گاهی جماعتیم، یه ساختمون ساختیم 10 واحده، این 10 واحد نالشون بلنده، میگن آقا لوله ها ترکیده، اینجاش خرابه. چرا؟ برای سود 2000 بیشتر زد و بند کرده، خونه رو به مردم فروخته، اما نمازش هم احیانا ترک نمیشه. این جاذبه نداره، این دافعه داره. گاهی مادره چرا بچه هاش عاشق چادر مادر نمیشن؟ چون از مادر چادر رو دیدن اما چیزای دیگر رو ندیدن. بی احترامی به پدر رو از مادر چادریه دیدن، بعضی از خلافهای دیگر رو دیدن، لذا عاشق چادر مادره نشدن. یه خانومی در یکی از این استانها، اجازه بدید حالا من اسم نبرم، که در اون استان و خاص در اون شهر یه عده‌ای غیر مسلمان، یعنی تعداد قابل توجهی، مثلا 10%، 8%، 15% غیر مسلمان تو اون شهر زندگی میکنن، غیر مسلمان، نه غیر شیعه، غیر مسلمان. من میزبانم یکی از کارمندای دانشگاه آزاد اون شهر بود. یه روز به من گفتش که یکی از دانشجوهای ما که از همون طایفه غیر مسلمانه، این آمد مسلمان شد، شیعه شد، ما براش یه بزرگداشت گرفتیم که تجلیل ازش بکنیم به خاطر اینکه حالا رفته مسلمان شده شیعه شده، ازش تقدیر بکنیم. نوبتش که رسید بیاد پشت تریبون بگه چجوری شیعه و مسلمان شده، یه جمله تکندهنده گفت. گفتش حضار محترم، من مسلمان و شیعه شدم اما مسلمانی شما منو مسلمان نکرد، اسلام رو رفتم دیدم و مسلمان شدم. میدونید این معنای حرف چیه؟ معنای این حرف و این عالم ربانی در زندگیش به من و شما گفته، دیدن آخرای عمرش خیلی عشق میریخ و گریه میکرد، گفتن آقا چه اتفاقی افتاده اینجوری شما گریه میکنید؟ فرمود اگه قیامت مسیحیه یقه منو بگیره من چه کنم؟ اگه قیامت یهودیه یقه منو بگیره؟ گفتن آقای مسیحی و یهودی به چه شما چه ارتباط، شما عالم مسلمونایی. فرمود اگه قیامت مسیحیه بگه خدایا اگر من مسلمانی واقعی رو در این آقا می دیدم مسلمان می شدم، اگر من اسلام رو در این زن و در این آقا و در این مرد می دیدم مسلمان می شدم، ندیدم.
من قیامت چه کنم اگه مسیحیه و یهودیه بیان به خدا بگن ما از اینا مسلمان، اسلام رو در اینا ندیدیم، فقط اسم شناسنامه ای بود. ولذا گاهی جاذبه نداشتن ما باعث شده خیلی از اینایی که تو کوچه و خیابانن عاشق امام رضا علیه السلام نشدن. یعنی من خودم رو میگم، من طلبه امامه به سر، قیامت چه خاکی به سرم کنم اگه امام رضا علیه السلام بفرماید اگر تو درست رفتار کرده بودی اون جوونه جذب من میشد، اون دختره جذب امام رضا علیه السلام میشد. ما حتی گاهی در تذکراتمون، یعنی میگه آج آقا من امر به معروف و نهی از منکر میکنم، طرف فوش میده، شما چجوری امر به معروف کردی؟ چجوری نهی از منکر کردی؟ چجوری به این پسره گفتی؟ چجوری به این دختره گفتی؟ آیا به نوه خودت هم همون جور میگی؟ آیا اگه نوت یه بیماری هم داشته باشه تو گوشش میبریش دکتر؟ میگه آی دکتر ما چجوری اینو خوبش کنیم؟ عزیز من یه کسی که بیبندواریه یه نوع بیماریه، این که دوچار خود نماییه به مردمه یه نوع بیماریه، که دائم میخواد خودشو به مردم عرضه کنه یه نوع مریضیه، با مریض باید با تخصص برخورد کرد. برم سوال کنم حداقل ببینم من با این دختره و این پسره که نماز نمیخونه یا حجابش درستی چگونه برخورد کنم؟ ای خدا ریشتون رو بکنه، ای خدا لعنتتون. نه عزیز من، اگر از راهش وارد می شدم او عاشق دین می شد. کلام آخر، خیلی خستتون نکنم، البته خیلی از حرفای من دوباره در این حلم و بردباری موند. این پنبه رو عزیزان از گوشمون در بیاریم که بگیم ما پیرو و اهل بیت در مسلمیم، اما نمیتونیم تو عصبانیت ها خودمون رو کنترل کنیم. اهل بیت علیهم السلام این گونه نبودن. اهل بیت علیهم السلام چگونه مردم رو عاشق نماز میکردن؟ با رفتار زیباشون. اهل بیت علیهم السلام چگونه مردم رو عاشق بندگی خدا میکردن؟ با حق و حقیقت بودنشون. اجازه بدید اگرچه الان دیگه وقت من یکی دقیقه دیگه تقریبا تمامه، این قصه رو عرض کنم و عرایزم رو با همین قصه به پایان ببرم. اگر نکات مهمی مونده باشه انشالله میذارم فردا شب، به نوعی در اون بحثای فردا شب عرض خواهیم کرد. زنده باشیم، توفیق داشته باشیم. باز در یه روایتی است که نقل میکند یه آقایی هر وقت امام کاظم علیه السلام رو میدید، مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه این حدیث و روایت رو آورده، دیگران هم این حدیث و روایت رو نقل کردن که این از مخالفین امام کاظم علیه السلام بود. هر وقت حضرت رو کوچه خیابون یه جا میدید، شروع میکرد به امیرالمومنین علیه السلام سب کردن و حضرت رو ناسزا گفتن. خب این خیلی برای حضرت سنگین بود. اطرافیان امام کاظم علیه السلام یه روز گفتن آقا بذار ما کار اینو تمام کنیم، یعنی مثلا بشونیمش سر جاش، به قول امروزی ها خلاصه اون تعبیر رو دیگه حالا رو منبر به کار نبر، بذار اینو آقا ما بشونیمش. حضرت فرمود الان این کجا داره میره؟ گفتن یه مزرعه ای داره بیرون مدینه، میره اونجا مشغول کار میشه. حضرت خودشون سوار بر اون چارپا آمدن بیرون مدینه تو مزرعه این آقا. این آقا ته مزرعه داشت کار میکرد. همین که حضرت وارد شد از ته حضرت رو گیدید، گو آقا رو زراعت من نیای پامال کنی. حضرت رفتن تا بهش رسیدن یه تبسمی به صورتش کردن، فرمودن چقدر خرج این زراعتت کردی؟ گفت 100 تا سکه. حضرت فرمودن امیدت اینه چقدر بهت برگردونه؟ خب با حضرت خوب نبود، گفت غیب نمیدونم که. حضرت فرمود نمیگم غیب میدونی، میگم امیدت اینه چقدر بهت برگردونه. گفت 100 تا خرج کردم، 200 تا بهم برگردونه، یعنی دو برابر بشه. حضرت دست کردن یک کیسه 300 سکه‌ای در آوردن، فرمودن اینو داشته باش، اون 200 تام که امید داری بهت داده خواهد شد، اونام بهت خواهد رسید.
تا این حال و این رفتار رو دید بلند شد، صورت ماه امام کاظم علیه السلام رو بوسه زد، حالش تغییر کرد. حضرت پاشدن آمدن، این شخص تو مسجد نشسته بود، حضرت وارد مسجد شد، تا حضرت رو دید، حالا دوستان مخالفش هم وایستاده بودن که با حضرت خوب نبودن، یه دفعه فریاد زد، گفت الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، خدا بهتر میدانه که رسالتشو در چه خانواده ای قرار بده، یعنی خدا ظرفیت رو در شما دید، به شما رسالت رو داد، به شما این جایگاه با از سعه صد در شما دید، تحمل و بردباری در شما دید. شروع کرد از حضرت تجلیل کردن، اطرافینش گفتن این قصه چیه، تو هر روز ناسزا میگفتی، حالا داری گفت شنیدید بازم بشنوید. شروع کرد خودشون بین خودشون دعواشون شد، حضرت رو کردن به دوستانشون، فرمودن نگاه کردید این بهتر بود یا اون کاری که شما میخواستید انجام بدید؟ من با یه رفتار و با یه مقدار پول کار اینو درست کردم و شما میخواستید یه گونه دیگر. بسیاری از این گرفتاری‌های امروز سیاستمداران ما تو انتخابات‌های ما، زن و شوهرهای ما، برادرای ما، این مسجد امام بازار تهران دو تا برادر رو آورده بودن تو دفتر مسجد آشتیشون بدن. آیا من نگاه به چشم این برادر کردم احساس کردم اون یکی بابای اینو کشته سر یه مغازه. حالا چقدر اون مغازه نمیدونم، سالهای سال با هم دشمن خونی بودن. گاهی اگر تو به خاطر خدا حق و حقیقت شدی در مقابل برادرت، در مقابل خواهرت، همه روز امروز نیست، مدتی نمیگذره اینا عاشق تو میشن، همه بستگان تو رو دوست میدارن، همه چیز که پول نیست عزیز من، خیلی ها پول دارن منفورن، مردم ازشون نفرت دارن. گمان نکن اگه هر جا تا قرون آخر گذشت نکردی کار درست میشه. و جمله پایانی، یه جوانی همین یکی دو روز گفت آقا ما تازه رفتیم خانه بخت، یه توصیه به ما بکن. گفتم این توصیه رو حرم میخوام به جوانا بکنم، به تو هم میکنم. جوانای عزیز، این دوتا که تو همین بحث من نهفته است، زندگیاتون و پایه‌هاشو محکم میکنه. یک، محبت. هر چه میتوانی به شوهرت، هر چه میتوانی به زنت محبت کن، دریغ نکن از محبت. دو، گذشت. اگه این دوتا کنار هم آمد، تو بردباری به خرج دادی، کینه به دل نگرفتی، نخواستی تلافی بکنی، بگی این به اون در، ایناست که زندگی ها رو ته کرده، ایناست که سه تا بچه ها رو در به در کرده، یا خونه بابای هستن یا خونه مادره، مادر بزرگه هستن، که اینها چه آسیب‌های فراوان اجتماعی برای ما ایجاد میکنه. این سه تا فرزند و امرو پدر و مادر غضب و عصبانیت جلو چشمتو گرفته نمیبینی، ولی 20 سال دیگه این بچه معتدلی نمیشه به خاطر امروز که تو کوتاه نیومدی، امرو از کوره در رفتی و حلم و بردباری به خرج ندادی. حالا اون رو هی میگه آقا من اینو چجوری درستش کنم؟ بابا ریشه رو باید درست میکردی که نکردی. السلام علیک یا مولای، یا ابا الحسن، یا موسی بن جعفر، ایها الکاظم و ابن رسول الله. خب برادر عزیزمون جناب ملائکه عزیز الان میان و من همین ذکر توسل رو عرض بکنم. این ذکر توسل ما و این سلام ما به نوعی عرض تبریک و تهنیت به آقامون امام رضا علیه السلام باشه. آجان یا ابل حسن رضا، این مردم از راه‌های دور شب میلاد با یه خوشحالی گفتن یه جوری زمانو درست کردم و مرخصی گرفتم که شب میلاد امام کاظم علیه السلام مشهد باشم. آقا شما که خانواده کرمید، عادت و کمل احسان، سجیت و کمل کرم، امشب یه نگاه از روی همون کرم و احسانتون. تا حالا شما دیدید یه فقیر که میاد در خونه، البته ما وظیفه داریم پیرو این بزرگواران باشیم، اما از خودم از بیچارگیم میگم، فقیره که میاد در خونه
دیگه خیلی چیزا رو ماها آدمای معمولی ازش سوال نمی‌کنیم. آجان یا ابوالحسن، مردم عادی از این سائله در خونه خیلی چیزا رو نمی‌پرسن. شما در حالی که البته میدانی اما حلیم و بردبارید، اون ظرفیت بالای امامت شما این بدیای ما رو آقا امشب شب میلاد ندید بگیر و این کشکول گدایی ما رو امشب به برکت میلاد با سعادت پدر جانتون و بابا جانتون انشاءالله پر و پرتر کنید. السلام علیک یا مولای، یا ابوالحسن، یا موسی بن جعفر، ایها الکاظم یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکم الالله و قدمناکم بین یدی حاجاتنا یا وجیهنا.